روز یک شنبه به شکل شاید بشه گفت کم ای در هفته های گذشته مرز شمالی اسرائیل بین این کشور و حزب لبنان نسبتاً آرام بود هرچند که اسرائیل حملاتی رو در جنوب لبنان انجام داد از اون طرف هم حزب دست کم یک بار تلاش کرد با پهپاد حمله ای رو به اسرائیل انجام بده که ارتش اسرائیل اون رو خونسا کرد اما این مرز به طور کلی میشه گفت که کمی آرامتر بود این در حالی هست که قرار هست که روز دوشنبه نماینده ویژه در واقع مشاور ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور انرژی آموس هوخشتین که مسئول مذاکرات بین اسرائیل و لبنان هم هست به اسرائیل بیاد تا تلاش بکنه که از تشدید درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان جلوگیری بکنه اما این رو باید گفت که به نظر میاد که در واقع تمام این تلاش ها تا زمانی که جنگ همچنان در نوار غزه ادامه داره نتیجه چندانی نخواهد داد حزب الله بارها گفته که فتنها زمانی آتش بس رو قبول میکنه که بین اسرائیل و حماس آتش بس برقرار بشه و در همین در واقع شرایط هم هست که از شرق اوسط یک حزب الله به حماس گفته که این طرح آتش بسی که الان روی میز هست رو نباید که رد بکنه به نظر حزب الله دست کم و از این طرف یک مقام اسرائیلی هم به رساله های این کشور گفته که اسرائیل آمادگی داره که جنگ رو به پایان برسونه اما نه اونطور که حماس میخواد یعنی حاضر نیست اسرائیل که بیاد و پیش از اینکه اصلا مذاکرات آغاز بشه تعهد بده که جنگ رو به پایان برسونه بلکه به گفته او زمانی که همه گروگان ها آزاد بشن و در جریان مذاکره طرفین به یک توافق برسن اون زمان هست که اسرائیل حاضر هست که جنگ رو تمام کنید اولین بار هست که ما همچین صحبتی رو از یک مقام اسرائیلی میشنویم و در بین تمام این در واقع شرایط هم هست که ما میبینیم که ارتش اسرائیل روز یک شنبه صبح اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی هر روز از ساعت هشت صبح تا هفت بعد از ظهر یک توقف بشر دوستانه ای رو در جریان جنگ در بخش از شهر رفح برقرار خواهد کرد تا کمک های بشر بتونن از اونجا و از طریق در واقع گذرگاه که وجود داره گذرگاه کرمشالون و بعد جاده که در واقع به مرکز رفح میرسند به این مناطق برسونند